اصحاب حضرت سلیمان وقتی با این جن در میان مردم رفتن، حرکاتی را مشاهده کردند که برایشان سوال برانگیز بوده که یکی یکی به آن عکس العمل های این جن را میپردازیم. 1. دیدند آن جن با آسمان نگاه کرد و سپس به مردم نگریست و سرش را تکان داد. 2. از آنجا عبور نمودند تا به خانه ای رسیدند، دیدن شخصی از دنیا رفته و بستگان او گریه می کنند. آن جن وقتی که منظره را دید خندید. 3. از آنجا عبور نمودند و دیدن عده سیر را به پیمانه می فروشند، ولی مرچ را با وزن و سنجش دقیق ترازو می فروشند. آن جن با دیدن آن منظره خندید. 4. از آنجا عبور نمودند و به گروهی رسیدند، دیدن آنها ذکر خدا میگویند و به یاد خدا به سر میبرند، ولی گروه دیگری در کنار آنها هستند و به امور بیهوده و باطل سرگرم هستند. آن جن سرش را تکان داد و لبخند زد. یاران سلیمان از این سیر و عبور بازگشتند و ماجرا را در 4 مورد فوق با حضرت سلیمان علیه السلام گزارش دادند. سلیمان علیه السلام جن را خواست و از او این 4 موضوع را پرسید. 1. وقتی که به بازار رسیدی چرا سرت را به آسمان بلند نمودی و سپس به زمین و مردم نگاه کردی و سرت را تکان دادی؟ جن گفت: فرشتگان را بالای سر مردم دیدم که اعمال آنها را با شتاب می نوشتند. تعجب کردم که آنها این گونه با شتاب می نویسند، ولی انسانها آن گونه با شتاب سرگرم امور مادی خود هستند. 2. تو وقتی که به خانه وارد شدی شخصی مرده بود و حاضران گریه می کردند، چرا خندیدی؟ جن گفت: خنده هم از این رو بود که آن شخص مرده و بهش رفت، ولی حاضران به جای خوشحالی گریه می کردند. 3. چرا وقتی که دیدی سیر را به پیمانه و مرچ را با وزن می فروشند خندیدی؟ جن گفت: از این رو که دیدم سیر را با آن هم ارزش که کیمیای درمان است به پیمانه می فروشند، ولی مرچ را که مایه بیماری است با وزن دقیق به فروش می رسانند. از این رو از روی تعجب خندیدم. 4. چرا در مورد آن دو گروه که یکی در یاد خدا و دیگری سرگرم امور بیهوده بودند سر تکان دادی و خندیدی؟ جن گفت: زیرا تعجب کردم که هر دو گروه انسان، ولی اولی بیدار و در یاد خدا و دومی غافل و سرگرم در بیهودگی هستند.